تو این ویدیو میخوایم حواشی پخش شدن فیلم تمام یوتیوبرهای دختر رو با هم ببینیم که کلی جنجال لپا کرد و کلی خبر حواشی عجیب و غریب دیگه. اصلا ویدیو امضا هستید، مثل این که حواشی این فیلم ها تمومی نداره و باز کلی دردسر ایجاد کرد. بذاریم سراغ ویدیو امروز. خب آقا من فکر میکنم این فیلم های کثیف و مسخره و مزخرف از تو اینترنت جمع شده تا اینکه دوباره یه سری حواشی پیش اومده که یه سری فیلم های میا و مدگل و خیلی یوتیوبرهای دختر دیگر رو ساختن و دارن پخش میکنن و یه سری دردسر و حواشی ایجاد کرده که کلی سر و صدا پا کرد. از همه که بگذریم یادتون باشه پارسال بعد اینکه فیلم مدگل پخش شد، خب یه سری حواشی ها پیش اومد، یه سری ها گفتن نکنید و ریپورت کنید و تقریبا داشت جمع میشد تا اینکه دوباره این اتفاق افتاد و از میا کلی عکس و فیلم منتشر کردن که خیلی ها رو ناراحت کرده و عصبانی، به خاطر اینکه میا خیلی فن داره و خب آدم خیلی خوبی هم هست و یهو اومدن این همه عکس ازش منتشر کردن. بریم سراغ ویدیو امروز. اصلا ویدیو امروز هست نید لایک و سابسکرایب به چنلتون نره، ممنون میشم از چنلمون حمایت بکنید. همین دیگه، بریم سراغ ویدیو امروز. این روزا اکثر ما یوتیوب فارسی ها باز میکنیم به امیدی که یوتیوبرهای بزرگ و مردمی کشور عزیزمون ایران محتوای فاخر و جدیدی گذاشته باشن و هر بار که یوتیوب رو باز میکنیم بیشتر به این نتیجه میرسیم که دوران طلایی 2017 تا 2021 یوتیوب خیلی وقته که تموم شده و رسما میشه گفت یوتیوب فارسی شعبه 2 اینستاگرام هستش الان. و شما اگه دنبال محتوای فاخر و جدید هستی و اومدی توی یوتیوب، یه دیگه خیلی کمی هستن که میتونن این نیاز تو رو برطرف کنن. جدیدنا خارج از چارچوب یوتیوب فارسی یه محتوای جدیدی ظهور کرده به اسم فیلم یوتیوبرها. چند وقت پیش بود که یه نفر توی تلگرام برای من یه ویدیو فرستاد با عنوان به به ویدیوی جدید از میا پلیز زیبای همچین چیزی. منم خب حتما گفتم یه تیکه از ویدیو یوتیوب میاست. وقتی واردش شدم و ویدیو رو دیدم با یه صحنه خیلی دردناکی مواجه شدم. یه ویدیو اومد که میا داشت حقیقت الله پلنگ بازی میکرد و خب حقیقت اولش فکر کردم واقعی یه لحظه، تازه فهمیدم چیه وقتی که رفتم توی سایت. این بابا اصلا کارش ساخته میا پلیزه، یعنی همینطور پشت سر هم میا پلیز. بعد من خودم گفتم پلیزه که بعدش تازه دیدم نه فقط میا که نیست، آقا ولی کل یوتیوبرش میا هم الان شوهر داره، هم اصلا دختر به این خوبی، دختری که هیچ مشکلی نداشته، هیچ کاری تا حالا نکرده، واقعا زشته که همچین کارایی میکنن. من همون پارسال گفتم مثلا تموم شد پخش شدن فیلم یوتیوبرها تا اینکه دوباره الان اومدن باوشم از دنیا از اینجور صحبت ها یه سری میکس ها درست میکنن و من اصلا رفتم تو این چنل ها یه سری داشون رو انتخاب کردم که ببینم چه قضیه چه قراره، فیلم ها چی جوریه و دیدم وا ویلا چقدر فاجعه است این فیلم ها، پشمای خودم ریخت. اما ماجرا از این جالبتر هم میشه. ویدیو رو عدس نهید، بریم سراغ ویدیو. لینک کامل این ویدیو هم دیسکریپشن هست. دم گست گرم که همچین ویدیوی منتشر کرد، گفتم ازش حمایت بکنیم و اون کاری که باید انجام بدیم. بریم سراغ ویدیو. دختر دیگه حتی بازیگرای ایرانی خارجی هم برمی سازه ازشون. اونجا بود که من حقیقت احساس نیاز کردم که یه ویدیو توی یوتیوب بذارم در این باره و واقعا ناراحت کننده است که از یه شخصی که اصلا هیچ ربطی به این موضوعات نداره، کاملا فرد قابل احترامیه، کاملا انسان نجیب زاده و شریفیه، من تازه با هوش مصنوعی دیپ فیک، اصلا اینا در واقع میشه گفت یه عکس مثلا برمیدارن از میا، یه عکس معمولیش و بعدش یه فیلم اونطوری هم میدن به سایت ترکیب میکنم و نظر من آدم باید روی هموطن خودش هم غیرت داشته باشه. میا جای خواهر من و اینکه یه سریا از روی حس دی که نسبت بهش دارن میان صبح تا شب یه همچین ویدیوهایی ازش میسازن و پخش میکنن، این واقعا قلب منو به درد میاره و نمیتونم، واقعا نمیتونم ساده از کنار این موضوع عبور کنم. کاری که از دست شما برمیاد اینه که یه سری از این سایت ها رو باید ریپورت کنیم دست جمعی تا نتونم به فعالیتشون ادامه بدم. الان تلگرام شما باز کنید به نظر من هیچ فرقی با دارک وب نداره.
اسم سایت هست سلبریتی. نگاه کنم اولین چیزی که اون بالا نوشته بچه ها نگاه کن، به نام نامی یزدان. من رفتم تو چهره تلگرامش و جالب بود از میاد تقریبا 9 تا از این فیلم ها ساخته و مرگل 4-5 تا از این فیلم ها ساخته و پشمان آدم میریزه که چیجوری آدم میتونی همچین کاری بکنه. باز من حالا قضاوتشو میذارم به حساب خودتون، قول دادم که ریاکشنی که میرم صحبتی که میکنم یه طرفه نباشه، ولی خب آدم عصبانی میشه که یه همچین کاری با میا میخوان بکنن و میخوان یه جورایی میا رو بدنام کنن و کلن اسمش بد در بره و ویوهاش هم عجیب و غریبه، ویوهای خیلی بالایی هم میگیرن. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. شم چیکار باید انجام بدم؟ فیلم خفنا جدید از مدگل شعور داشت، هیچ وقت توی چنلش به این موضوع ریاکت نمیره و بدتر از اون هیچ وقت نمیگفت. ببین من چیم که 7-8 میلیون تاتون میخواستین پس انتخابیه که خودت کردی و باید تا آخرین لحظه زنده بودن تاوان پس بدی بابت حرفایی که زدی. اینا بدون مدگل دیپ فیک رعنا آزادی و فاطیما، من نمیدونم به خدا این صاحب این پیج یا مریض دقیقه به نظر من یه بیماره. هر دختری که معروف هستشا بلاگره چه میدونم بازیگره، لعنتی تو همه رو فیلم سوپرشون رو گذاشتی. حالا بازم خوبه فیلم سوپر مردا رو نمیذارن. زیبا کرملی، پریناز ایزدیار، لاله مرزبان، گندم این رپره، چه میدونم میام که هزاران بار ازش گذشته بنده خدا رو، ویجیاتو مریم ویجیاتو، لعنتی به اینم رحم نکردی. فیلم های رعنا زندی او این دختره تو ویدیو پوتک بود. آخه سردم هست بیرون کونم پاره میشه میدونی که پوتکم توی ویدیو شو. من میخوام مونم ببینم کسی دستش به من میرسه. نه کسی که اصل قضیه به کسی من رو میتونه کتک بزنه بمیرم. کیدنا متوجه شدم پوتک متخصص معروف کردن آدمایی که واقعا هم آشغالن هم بی استعدادن. از اون بابا کیک واقعی دریوری بگیر تا این که میگه من به خاطر شعار زن زندگی آزادی فند میفروشم. آقا تا اینجای ویدیو رو دیدیم، این فیلم های یوتیوبرهای دختر پخش شده، اولین بار هم نیست، تقریبا از 5 سال پیش شروع شد. یه سری ها حتی عکس میا رو میفروختن تو تلگرام و جای مختلف و کلی پول در می آوردن از این کارا. اما خب از اینا که بگذریم، ویدیو کامل تو دیسکریپشن هست، حتما بهش سر بزنید و حمایت بکنید. دم گوستم گم که این ویدیو رو گذاشت و من خودم چون واقعا خیلی میا رو دوست دارم، میا کوروش خیلی دوست دارم، گفتم یه ریاکشنی هم من نسبت بهش نشون بدم تا اگه بچه‌ها میتونیم کاری بکنیم انجام بدیم، حداقل این ویدیو مزخرف تو اینترنت باشه، این ویدیو کثیف چندش آشغال از تو اینترنت باشه. میگم خب اولین بار نیست، ولی خب آخرین بارم فکر نکنم باشه. تو از میا گذاشه هرومزاده ویدیو جدید میا که با چسب میبندنش و حالا وایس راه ریپورت تا که گفتم میفهمی که مخاطبم چطوری. نه تو میگم بعد ایرانی ها یه سری از خارجی ها هم گذاشته، مثل مارگو رابی، چه میدونم بیلی آیلش، زن رونالدو. بچه راه ریپورت دقیقش طوری که حالا من تحقیق کردم و جوابگو هست اینه که اون سه نقطه بالا رو ضربه بزنید تو قسمت ریپورت، اونجایی که نوشته پورنوگرافی اون قسمت رو ضربه میزنید و ریپورتش میکنید. اما یه نکته ای هم بهتون بگم، این چنل این هرومزاده خصوصیه، یعنی شما نمیتونید دسترسی مستقیم بهش داشته باشی، مثلا با سرچ کردن اسمش واقعا نمیاره. ما یه گروه تلگرامی جدیدنا زدیم که هم لینکش توی بیو هست هم توی دیسکریپشن، همه جا میذارم براتون، عضوش بشید. یکی از ویدیوها رو ما ارسال میکنیم، خب اون قسمت بالاش که اسم چنل رو نوشته ضربه بزنید مستقیم میره اونجا و کاری که میکنین اینه که ریپورتش میکنین، نه ریپورتش کنین. وقتی تعداد ریپورت ها بالا باشه تلگرام تصمیم میگیره که یه بررسی روی این چنل انجام بده و اگه موفق بشیم و تعداد ریپورت ها خیلی بالا باشه چنل قطعا بسته میشه به امید روزی که ایران درست نمیشه.
دم گست کم که حالا یه واکنشی نشون داد، ویدیوشو میذارم توی دیسکریپشن، اگه خواستین ریپورت بکنید حتما بدید انجام بدید. باز من نمیدونم، اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب بکنید و ویدیو قبلی هم از دست ندید. همین دیگه، تا ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.